دوستای گلم سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای پوستی من خوش اومده. امروز میخوام با روتین جدید پوستی خودم آشناتون بکنم. من یه روتین پوستی قبلا توی کانال گذاشته بودم که واقعا یک سری موارد بسیار مهم و بیسیک رو براتون توضیح داده بود که حتما توصیه میکنم اول اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاین این ویدیو رو ببینید، چون بیس خیلی چیزها رو بعد اول متوجه بشید. و میخوام توی این روتین پوستی که روتین پوستی جدیدم هستش، خیلی مطالب جدید رو در اختیارتون بذارم و بهتون بگم که من چجوری از روغنای طبیعی و گیاهی برای پوستم استفاده میکنم به صورت روزانه و به چه شکل در واقع بعد استفاده کرد که درست باشه و بتونیم از همه روغنا نتیجه بگیریم و بهره ببریم. پس با من باشید. دوستان، روغنای پوستی بسیار زیادن و شما میتونید انتخاب خودتون رو داشته باشید که چه روغنی رو دوست دارید روی پوستتون استفاده بکنید، ولی من چند تا روغنی رو که خودم دارم استفاده میکنم رو بهتون میخوام معرفی بکنم. شما میتونید روغنا رو اول استفاده بکنید، بعدن میتونید سویچ بکنید، روغنهای دیگه رو استفاده بکنید. یه چیز خیلی مهم که تو روتین پوستی معمولا باید همیشه رعایت بشه و اشتباهی که خیلی ها میکنن این هستش که شخص فقط میره و یک نوع کرم، یک نوع سرم یا یک نوع روغن رو برای مدت‌ها روی پوستش استفاده میکنه. این کاملا غلط هستش. گفته شده که توی روتین پوستی اگه میخوایم نتیجه خوب بگیریم و پوستمون در واقع اون چیزی که میخوایم تاثیر داشته باشه روش، ما باید حدود هر 2-3 هفته یک بار روتین پوستی و محصولات رو بر پوستمون استفاده میکنیم عوض بکنیم. مثلا اگر شما دارید یه روغن خاصی رو روی پوستتون استفاده میکنید، بعد از 1-2 هفته یا بعد از اینکه اون روغن تموم شد سویچ بکنید، یه روغن دیگه ای که برای پوست هستش اون رو استفاده بکنید. چرا؟ چون به این شکل شما یک شوک پوستی به پوستتون میدید و این باعث میشه که پوستتون بهتر ریاکشن نشون بده، عکس العمل نشون بده به اون روغن و بهتر نتیجه بگیرید. این رو همیشه مد نظر داشته باشید. من میخوام یک سری روغنایی رو که من فعلا خودم دارم استفاده میکنم و بهتون نشون بدم و بهتون بگم که چجوری استفاده کنید. یکیش روغن روز هیپ سید اویل هستش، روغن در واقع هسته، فکر میکنم گل روز اگه اشتباه نکنم هستش که استفاده میکنم. اینا همه روغنای لیفتینگ و ضد چروک و آبرسان هستن، خیلی فواید دارن هر کدومشون. روغن جرانیوم یا شمدانی هستش که استفاده میکنم، روغن در واقع فرانکینسنس هستش که من استفاده میکنم. اسمای فارسیشو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو مینویسم، متاسفانه الان حضور ذهن ندارم. و روغن در واقع ایمورتال که بهش به فارسی روغن بیمرگ ایتالیایی گفته میشه، که این روغن شماره یک، روغن نمبر وان توی دنیا هستش برای ضد چروک، برای در واقع خاصیت ضد چروکیش کاملا معروف هستش و فوق‌العاده این روغن گرون هستش. و ببینید یه ذره بیشتر نیست که من خریدم، با قیمت خیلی زیادی خریدم. این روغنا رو دوستان، همونطور که قبلا تو ویدیوی قبلی گفتم، نمیتونید مستقیم به پوستتون بزنید. اینا فوق‌العاده کنسانتره و قوی هستن و حتما باید اینا رو با روغنای حامل رقیق بکنید. ببینید، تمام این روغنایی که بهتون معرفی کردم روغنای اسنشیال هستن و شما میتونید با روغن حامل مورد علاقتون، از جمله روغن بادام شیرین، روغن هسته انگور، روغن آرگان، روغن هوهوبا، این روغنا مخلوط بکنید و به پوستتون بزنید و استفاده بکنید. دوستان، شما دقت بکنید که 2 گرم مکسیموم بیشتر از روغن اسنشیال اویل نباید با روغن حامل مخلوط بکنید برای ساخت یک سرم که میخواید به پوستتون روزانه بزنید. یعنی شما یک قاشق غذاخوری روغن حامل رو با مکسیموم 2 گرم از روغن اسنشیال اویل که دارید مخلوط کنید. شما میتونید این روغن رو با هم مخلوط کنید، اینجوری نیستش که فقط از این روغن با یه روغن حامل استفاده کنید، جدا استفاده کنید. شما میتونید تمام این روغن رو با هم توی در واقع روغن حامل بریزید، رقیق بکنید و استفاده بکنید، هیچ فرقی نداره.
و من کاری که میکنم این روغنا رو به صورت سرم در میارم. و دوستان یه چیزی که بهتون بگم، شما وقتی که روغنا رو با هم مخلوط میکنید و یک سرم میشه، این روغن دیگه تاریخ انقضا نداره، چون روغن که خراب نمیشه، آبی توش وجود نداره که بخواد باکتری ایجاد بکنه یا نیاز به نگهدارنده داشته باشه که بهش اضافه بکنیم. شما روغنا رو که با هم مخلوط کردید تو فضای اتاق میتونه همیشه بمونه، جای خشک و خنک دور از نور آفتاب. و حتما سری در روغن رو ببندید وقتی استفاده میکنید. دوستان یه چیز خیلی مهم، اگه میخواین نتیجه عالی از این روغنا بگیرید، مستقیم اینا رو بعد از اینکه به صورت سرم در آوردید رو پوستتون نزنید. یه کار خیلی مهمی که خیلی اصلا نمیدونن، فقط اونایی میدونن که کارشون اسنشیال اویله، شما باید اول روغن آب رو روی پوستتون اسپری بکنید، پوستتون رو تر بکنید، بعد اون روغن و سرم رو روی پوستتون مخصوصا جاهایی که خط هستش بزنید و در واقع به این شکل فشار بدید روی آب تا به خورد پوستتون بره و خشک بشه. اینو هیچکی نمیدونه، ولی خیلی یه نکته بسیار مهم توی زدن روغنای اسنشیال روی پوست هستش که حتما باید اصلا گفته شده که شما هر سرومی رو که میخواید روی پوستتون بزنید، حتی اگه یه سرومی رو از بیرون خریدید، حتما اول پوستتون رو تر بکنید بعد اون سروم روی پوستتون بزنید که خیلی خیلی بهتر هستش. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. بعد از اینکه من در واقع روغن رو به اون شکل پوستم زدم و مقداری ماساژ دادم و به خورد پوستم رفت، با سنگ گواشا که در واقع من قبلا هم معرفی کرده بودم، ویدیوشو میتونید ببینید، با سنگ گواشا من میام و پوستم رو لیفت میکنم و ماساژ میدم. و گاهی اوقات به جای سنگ گواشا از ساکشنر که قبلا معرفی کرده بودم استفاده میکنم. میگم شما تمام این متدا رو باید روزانه عوض بکنید و به این شکل شوک پوستی به پوستتون بدید تا در واقع بتونید بهترین نتیجه ها رو بگیرید. یه روتین رو برای ماها ادامه ندید، چون حتی رژیم غذایی هم گفته شده به این شکل، شما اگه یه مدل رژیم غذایی رو ماها ادامه بدید بدن بهش عادت میکنه و کم کم اون کم شدن و کاهش وزن اتفاق نمیافته و باید یهو یه شوک به بدنتون بدید، فرق کنه رژیم غذاییتون تا بدنتون یه شوک بهش وارد بشه و شروع کنه به سوخت و ساز. پوستم به همین شکله، شما باید روغنهای مختلف، متدهای مختلف رو برای خودتون برنامه ریزی بکنید. مثلا یه روز با سنگ گواشا ماساژ بدید، یک روز ماساژ صورت رو با دستتون انجام بدید، یک روز ساکشن استفاده بکنید و یا هفتگی این کار رو انجام بدید و پروداکتاتون رو عوض بکنید تا اینکه نتیجه واقعی رو بتونید بگیرید و پوستتون بهترین نتیجه رو بگیره. مثلا من خودم صبح میام یه روز ویتامین C فقط به پوستم میزنم، یک روز از یک سرم، مثلا من دو مدل سرم درست میکنم با روغنایی که دارم، یه روز یکیشو میزنم، یه روز یکی دیگرشو میزنم، یه روز میام کلا کرم فقط میزنم، دیگه سرم نمیزنم. مثلا صبح کرم روزمو میزنم، کرم ضد چروکی که دارم و اون درست کردمو میزنم، بعد مثلا کرم ضد چروک روزم اگه تموم بشه میرم کرم ضد چروک، میرم کرم نرم کننده معمولیمو درست میکنم و اونو استفاده میکنم تا تموم بشه و بعد دوباره یک کرم دیگه درست میکنم. یعنی من همش دارم تغییرات میدم، هم روز هم شب. شما بعد اینو برنامه ریزی بکنید. مثلا شب اگه رتینول میزنید، خب دو روز رتینول بزنید، دو روز دیگه کرم ضد چروک بزنید، دو شب دیگه فقط سرم بزنید بخوابید. من از این سرمای پوستی که دارم شبا مثلا استفاده میکنم، مثلا یه شب کرم ضد چروک میزنم، یه شب رتینول میزنم، یه شب فقط سرم روغنای مخصوص میزنم و ساکشن میکنم یه شب، بعد مثلا هر دو ماه یه بار پوستمو درمارول میکنم و همین جوری چیزهای مختلف رو پوست انجام میدم و همیشه پوست در حال شوک وارد شدن بهش هستش. و در واقع این خیلی خوبه، یعنی این روتین پوستی که من به شما میگم اگر رعایت بکنید و به همین شکل جلو برید، واقعا خیلی میتونید نتیجه بگیرید و بسیار بسیار شرایط پوستیتون میتونه عالی باشه.
مثلا ماسکایی هم که هستش، مثلا من ماسکای خونگی درست میکنم که حالا کم کم ویدیوهاش هم ویدیوهای قبلیش هستش و بیشتر هم میخوام معرفی بکنم. ماسکایی که من درست میکنم ماسکایی هستش که شما میتونید در هفته یک دو بار مثلا از ماسک استفاده بکنید، ماسک سفیده تخم مرغ، ماسک خاک رز، ماسکای میوه‌ای، ماست، موز، اینا رو استفاده بکنید. فقط اینه که آدم نباید تنبلی بکنه. یه مورد خیلی مهم دیگه برای روتین روزانه رو میخوام بهتون بگم که بسیار مهم هستش و اگر خاطرتون باشه من یک ویدیوی قبلا توی کانال گذاشتم که هر روز صبح گفتم صورتم رو داخل آب یخ فرو میکنم. من تابستونا این کار رو انجام میدم، صورتم رو کامل داخل آب یخ فرو میکنم، ولی زمستونا فرق میکنه، از قالب یخ استفاده میکنم. ولی استفاده من از قالب یخ هم روش خاص خودش رو داره. اونجوری نیستش که یه قالب یخ رو بردارم دستم بگیرم بمالم رو پوست صورتم و دستید، اصلا امکانش نیست، دست آدم یخ میکنه و زیاد جالب نیستش. یه متد خاصی دارم که میخوام باهاتون اینجا شیر بکنم که فوق العاده عالیه و میدونم که همتون خوشتون خواهد اومد و این کار انجام خواهید داد، که مخصوصا برای دوستانی که گفته بودن سینوزیت دارن و خطرناکه براشون بخوان صورتشون رو داخل آب یخ فرو ببرن، از این متد میتونن استفاده کنن. همونجور که میبینید دوستان، امکان این که شما قالب یخ رو بخواید مستقیم رو دستتون بگیرید و به روی پوستتون بمالید خیلی سخته و دستتون یخ میکنه، سر میخوره و اونجور که باید نمیتونید در واقع این کار رو انجام بدید. و اگر بخواید یخ رو دور یک پارچه‌ای بپیچید و واقعا اون تاثیر دقیق و عمیقی رو که یخ باید متصل بشه به پوستتون و لمس کنه پوست رو نمیتونه بذاره. برای همین بهترین راه این هستش که روشی که من خودم در واقع به وجود آوردم که خیلی راحت هستش، به این شکل که شما خیلی راحت از قالبای فریزر، قالبای یخ فریزر رو میتونید پر آب بکنید و به صورت اوریب داخل هر قالب خلال دندونایی رو که میبینید و معمولی همه جا وجود دارن رو بذارید و به آرومی این قالب رو به فریزر منتقل بکنید و بذارید یخ ببنده. بعد از اینکه یخ بست، خیلی راحت با گرفتن خلال دندون اون یخ از قالبش راحت جدا میشه، حتی بدون ذره‌ای سعی و تلاش خیلی راحت بیرون میاد و شما خیلی راحت میتونید بدون اینکه دستتون یخ بکنه اینو به صورتتون بمالید و از این کار کاملا اونجور که باید نتیجه بگیرید. اگر تصمیم دارید از قالب یخ صبح استفاده بکنید، این کار رو اول انجام بدید، یعنی صورتتون رو بشورید، بعد این قالب یخ یه دونش رو بردارید از فریزر به صورتتون بزنید تا کاملا آب بشه و بعد از اون روغنی رو که در واقع درست کردید رو روی پوست تر بزنید و نتیجه بگیرید ازش. فوق العاده عالی هستش، بهترین روتین پوستی هستش. این روتین پوستی رو که من دارم باهاتون شیر میکنم من از یک خانم بلغاریایی یاد گرفتم که ایشون خودش متخصص گرفتن روغن‌های طبیعی، یعنی در واقع خودشون گفتن که قدیمی ترین مدرسه پوستی و مراقبت‌های پوستی و ساخت انواع کرم‌ها رو توی بلغارستان دارن و اینا رو ایشون توصیه کردن که به این شکل روتین پوستی درست هستش. خیلی توصیه های دیگه هم کردن که میخوام تو ویدیوهای بعدی باهاتون در میون بذارم، چیزای خیلی جالبی که شاید تا حالا نشنیده بودید برای پوست، برای بدنتون، که واقعا عالیه. یعنی واقعا نمیتونید تصور کنید چقدر میتونه برای پوستتون خوب باشه. خب این مبحث در رابطه با روتین پوستی جدید من بود که من استفاده میکنم. حتما این کار رو بکنید و چینج کنید روتین پوستیتون رو و نتیجه شو خودتون میدونید. بیاید برای من بنویسید نتیجه شو. تا ویدیوهای بعدی و چیزهای جدید بعدی، خدا نگهدار.